امروز اومدیم پیش یکی از ایرونیای موفق و کاردرست یونان. می‌خواستیم برای خریدارامون توی همتونز گریس یه خانواده موفق ایرونی رو که مثل شما که مهاجرت خواهیم کرد اینجا قبلا مهاجرت کردن بهتون نشون بدیم. برای اینترویو داشته باشیم با هموطنان خوبمون که تونستن در یونان بیزنس موفقی داشته باشن. من حدود 38 ساله در یونان هستم. درست. یعنی مقیم دائم یونان هستم. و حدود 4-5 سال هم به شکل توریستی می آمدم اینجا. حدود تقریبا میتونم بگم تمام این دنیا رو مسافرت کردم. یعنی کشوری نیست که نرفته باشم. چیزی که من میبینم تنها کشوری که نجات پرستی وجود نداره توش. بعد ایرانی ها رو هم خیلی دوست دارم. یه کشوری بسیار رابطه خوبی وقتی میشنون ایرانی ها رو در زمان کوروش و داریوش و خشایارش اولین سوالاتی میکنن از اون زمان ها شروع میکنن صحبت کردن. یا اسکندر کبیر اینا وقتی رفته ایران و فتح کرده ایران اینا رو. مردمانی که نسبت به ما رابطه خیلی بسیار خوبی دارن. هیچ احساس غریبی در این مملکت نمی کنی. یه چیز حسن خوبی هم داره این کشور غذاشه. غذای یونانی خیلی شبیه به غذای خودمون هستش و کسی بیاد از لحاظ غذایی مشکل مواد غذایی نداره که برای تغذیه. خب بعضی از کشورها نمیتونه تغذیه شو، مثلا هندوستان میده اینقدر فلفل میزن نمیتونه غذا بخوره، یا پاکستان یا کشورهای عربی. ولی اینجا نه، قاشاش ما همون دلمه درست میکنیم، ما دلمه گوجه فرنگی نمیدونم بادم چون اینا هم درست میکنن، یا دلمه برگ مو اینا هم درست میکنن. حالا مزهش یه خورده فرق میکنه، یه چیز شبیه به همونه با برنج و یا گوشت و یا بی گوشت و اینا درست میکنن. و همون لوبیایی که ما اونطوری در ایران درست میکنیم اینجا هم درست میکنن. اصلا از فرهنگی خیلی نزدیک به ما هستن، چون دو کشور باستانی هستیم و این دو کشور باستانی میتونه فرهنگای بسیار نزدیکی داریم از لحاظ تاریخی و تربیت خانوادگی اونم تقریبا نسبت به اینان یکسانه. تربیت خانوادگی، احترام گذاشتن در خانواده، نمیدونم ریسپکت داشتن و اینا خیلی واسه شون مهمه و آدم های سنتی هم هستن. همونطوری که ما در ایران سنتی زندگی میکنیم، بچه هامون رو میخواییم زیر چتر پدر مادر باشه و فلان، اینا هم دقیقا همونه. اینا هم میخوان بچه هاشون نزدیک به خودشون باشن، نمیخوان نزدیک دور باشن از خودشون. آرزوتون برای بچه هاتون چیه؟ توی مدرسه توی خاورمیانه درس بخونن یا تو بهترین مدارس اروپا و آمریکا؟ ارزش روزا و زمان هدر شده پشت کنکور چی میشه؟ کشور یونان با بیش از 166 رشته انگلیسی زبان تعداد زیادی از بهترین دانشگاه‌های دنیا را داره که فرصت انتقال به دانشگاه‌های بزرگ دنیا مثل آکسفورد، کمبریج، MIT و استنفورد رو برای فرزندانتون فراهم می‌کنه. با سرمایه‌گذاری 250,000 یورو در ویلاهای همتونز گریس میتونین اقامت اروپا رو به کمک تیم ما بگیرین تا فرزندانتون بتونن بهترین موقعیت تحصیلی رو در اروپا و آمریکا داشته باشن. همتونز گریس، با ما فردایی بهتر بسازیم. و خیلی از خصوصیات دیگه خیلی شبیه به ما هستن، خیلی شبیه به ما هستن و حتی چهرهشون هم به ما نزدیکتره. من که حدود 38 سال، اون اوائل که من اومده بودم یه داستان جالبی واسه اون تعریف بکنم. خیلی جالب، موقعی که من اومدم یونان ایرانی اصلا وجود نداشت، یا بودن 10 نفر 20 نفر بیشتر نه. در همسادا چون با خانمم تازه آشنا شده بودم، نامزد بودیم، در همسادای محل شنفته بودن که این دختر خانم با یه پسر ایرانی، ایران نمیگن، پرسیا. بعد مردم واسه چون جالب بود که می اومدن خونه ما بازدید میکردن، این ایرانیه رو ببینی قیافه چجوریه، چون همش تو تاریخ میدیدن. خیلی جالب بود. این حدودا همه در همسایه می اومدن در خونه ما، ببینن این ایرانیه قیافه چیه.
شبیه کوروشه یا نه؟ آره شبیه کوروشه داریوشه چه از آزه تاریخی واسه من خیلی جالب بود نگاه میکردن اینطوری میکردن من آدم های با محبتی و مهمون نواز و درهای خونه همه واز بود اون موقع مثل خونه ما تو بیا خونه من بیا خونه تو بیا الان یه مقدار این مسئله خیلی کمتر شده در این زمینه ولی باز با کسانی که دوست هستی رفت آمد خانوادگی داری هنوز این رسم هستش هنوز خونه ما مثلا یونانی ها میان ما هم میریم دعوتون میکنم ما هم میریم خونه یونانی ها غذا درست میکنن یا ما غذا درست میکنیم مثلا صرف میکنیم یه شبیه مثلا چند تا بچه و نوا اینا داریم ما دو تا یه دختر یه پسر داریم سه تا هم نوه داریم خدا سلامت کنه همه بچه ها رو همه نگردارن دمون زندگی ما رو بچه هاست اینجا درس خوندن و اینجا رفتن درس خوندن دانشگاه رفتن دانشگاه خیلی خوبی داره اینجا بچه نه دانشگاه آمریکایی رفتن اینجا انگلیسی زبان رفتن آره. ایندیان ناپولی رفتن تحصیلات عالیه‌شون رو تموم کردن بعد برگشتن یونان یا آمریکا؟ نه نه همینجا درس خوندن نه آمریکا نرفتن همینجا شعبه دانشگاه آمریکا در اینجا بود بله که خیلی هم هست من دیدم همینجا درس خوندن خونش هم بود اینجا ماشینش هم بود میرفت مدرسش و دانشگاهش میامد آفرین در مدارس آمریکایی در یونان درس خوندن در آره همه اینجا آره همشون اینجا دارن اینجا کار خوبی هم من دارن و مشغول به کار هستن و سرمون تو رشته با کار نفت می انجام میدن بعد دخترمون هم که توی شرکت فایزر اونجا مشغول حالا بگیم رئیسه کارمنده آره یه کاری اونجا انجام داریم میده در شرکت فایزر بعد دوتا هم نوه داریم سه تا از جفتشون یه دونه از دختره دوتا از پسره پسر فعالیتش بیشتر بود با من فکر کنم خیلی به ایران نزدیکتر باشه تا جایی که ما هستیم یعنی مثلا درخت هایی که من میبینم نارنج و پرتقال و این یه خونه جادوییه یه خونه که معجزه میکنه این تنها خونه دنیاست که میتونه برای شما و 7 نفر از عزیزانتون اقامت در اروپا رو بگیره این خونه جادویی بچه های شما را به بهترین دانشگاه های دنیا در یونان و کشورهای دیگه اروپا و آمریکا میفرسته. این خونه رویایی باور نکردنی فقط با پرداخت 250,000 یورو براتون تا سالی 90,000 یورو درآمد میاره. این خونه بی‌نظیر در یک ساحل خصوصی و زیبا زیر یه آسمون آبیه که 300 روز از سال هواش آفتابیه. معجزه اصلی اینه که شما در 90 روز میتونین صاحبش بشین. این خونه جادویی اسمش همپتونز گریسه. از لحاظ آب و هوایی پرتغال نارنج نارنگی یه چیز شبیه به شیرازه و آب و هوایی کاملا یه چیز شبیه به شیراز البته فکر میکنم تا به سوخ رو گرم باشه اینجا اونقدر گرم نیست از لحاظ رطوبت دریا و خاک و اینا خیلی بالاتر از شیرازه اینه که محصولاتی که در ایران هستش از لحاظ خوراکی همه اونا هست بلای یه چیزای دیگه آفه. که اونا ما نداریم درست. و ایرانیه که وقتی وارد یونان میشن احساس غربت نمی کنن هر چیزی بخوان پیدا میکنن برعکس کشورهای دیگه آفه. نه اینکه کشورهای دیگه هم همه چی هست همه وارداتیه ولی اینجا تولید خودشون استفاده میکنیم و کشور بسیار عالی از لحاظ آب و هوایی از لحاظ زیبایی از لحاظ من زیباترین کشور دنیا رو فکر میکنم فقط یونان باشه چون خیلی از کشور رو گشتم هیچ تعصبی هم ندارم و ایتالیا هم خیلی قشنگه چون ایتالیا حدود 7 سال در ایتالیا زندگی کردم تمام ایتالیا رو وجب به وجب گشتم یا تمام اروپا رو ولی هیچ کشوری به زیبایی یونان نیست جزیره‌هاش، خشکی‌هاش و هر منطقه‌ای هم غذاهای خاص خودشو داره و موزیک خاص خودشو داره و
معرفت خودشو داره، مهمون نوازی خودشو داره. مثل همون ایران، میری شمال یه مهمون نوازی دیگه از کردستان، یه مهمون نوازی دیگه از اصفهان، یه جور دیگه از ترکا، یه جور دیگه هستن شیرازی ها، یه جور دیگه هستن با اون سالاد شیرازیشون قربونش برم. اینه که اینجا هم همونه، یه خاصیت خاص خودشو داره که من این نوع رو من در ایتالیا دیدم. ایتالیایی هم هر شهرش میری غذاهاش فرق میکنه، زبونش فرق میکنه، دیالکتش فرق میکنه، فلان اینا. ایتالیا هم خیلی زیباست ولی یه خورده سرده نسبت اینجا. اینجا آب و هواش خیلی ملایمه و من بیشتر دوست دارم. بالاخره زن اونم یونانیه، بخوایی نقایی باید دوست داشته باشید که دوست داشته باشید. ولی واقعا چون بخاطر این که در این سه تا کشور زندگی کردم، انگار که سه تا مملکت مال منه. یکی ایرانه چون اونجا به دنیا اومدم، خاطرات گذشتم هست. یکی در ایتالیا بهترین دوران زندگی خودم رو گذروندم. یکی هم که عمر زیادیه که در یونان در حال گذران هستم که اینم نمیتونه آدم بگذره از این چیزها. یه حالت سه تا مملکت دارم که هر سه تاشون هم دوست دارم. زیبان واقعا هم زیبان، هر سه کشورم به خاصیت های خاص خودشو دارن. مثل کشورهای دیگه ای نیستن که مردم سرد باشه، مردم گرمن، دوست داشتنی هن، دوستت دارن، دوستشون داری و همه محبت ها کافیه واسه آدم. بیشتر از اینم چی میخوای تو زندگی؟ محبت میخوای، دوست میخوای، رفیق میخوای و آرامش میخوای. آرامش که اینجا هست، کار میخوای کار هست، حوصله کار کردن داشتی کار هست، حوصله نداری میخوای ورزش بکنی، من جای خوبی اینجا برای ورزش کردن، برای شنا کردن، برای دویدن، برای بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بکنی میتونی بری کنار دریا دو ساعت بتوی. من شنیدم کلاس‌های قایقرانی و اسواری اینجا نسبت به جای دیگه دنیا خیلی ارزون‌تره. همه چی ارزونه، همه چی ارزونه اینجا. هیچ چی اگر راه رو بلد باشی واسه خیلی ارزونه. حتی غذا خوردنش هم خیلی ارزونه، حتی لباس خریدنش هم خیلی ارزون‌تر از کشورهای دیگه است اگر راه رو بلد باشی. حالا راه رو بلد نباشی که خب تو ایران هم راه بلد نباشی، حتی فارسی هم برفتنی بلد نباشی، خب نمیتونی اون چیزی که مورد نیازت هست به دست بیاری. ولی کشور بسیار آرومه. یه چی از مهمترین چیزی که در یونان هست امنیت بالاش. شما 24 ساعته در خیابون باش و هر کاری بکنی کسی بالا چشت نمیگیره، یا کسی بیاد مزاحمت بشه یا بخواد با تهدیدت بکنه با اسلحه چاقو، همچین چیزی وجود نداره. یه چیز عجیبیه. شما 24 ساعتن در خیابون باشی، نمیگم جیب بر نیست، هست، ولی انقدر کمه که به چیز جانی واسه به وجود نمیاره. حد اکثر مثلا میگه 10 یورو بهش میدی، 20 یورو میدی، تموم میشه میدهد باستان. ولی اونم به ندرت. من تا حالا این همه سال در اینجا بودم با همچین چیزی برخورد نکردم. یعنی بالاترین چیز امنیت آدم در یک کشور زندگی میکنه دیگه. این امنیت بالا را این کشور داره. یه چیز جالب اینه، کسی بهت نمیگه بالا چشت ابروه. پول نداشته باشی باز میتونی زندگی کنی، داشته باشی هم زندگی میکنی، پول کم داشته باشی میتونی خوش باشی، پول زیاد هم داشته باشی میتونی خوش باشی. همه چی بر مبنای پول نیست، انقدر امکانات بهت میده که میتونی در تمام زمینه ها خوش باشی. پول هم نداشته باشی میری کنار دریا قشنگ اونجا شنا میکنی، ورزش میکنی از لحاظ روحی. کشورهای دیگه اینا رو نداره، اینا نداره. و کسی هم اینجا عقلش این نیست که حتما لباس خوب پوشیدی، کفش خوب پوشیدی، احترام بهت بذاره. اینجا کشتیدارش هست با دمپایی رد میشه، این نگاهش بکنی تریاردره، اصلا نمیفهمی که این مثلا کشتیداره، مثلا اینقدر خاکیه. در جای دیگه این چیزها رو نمیبینی. اولی چیزی که میخوان ساعتشون نشون بدن، کدامنش نشون بدن، از یه اطوارا نشون بدن. اینجا همه تو فاز خودشونه، خوش باشن. من خوش باشن.